سلام عرض میکنم خدمت دوستان و یکی دو نفر از دوستان خواستن ملودی آهنگ فرودگاه عشق رو که من حدود دو هفته پیش درست کردم بهشون نشون بدم و فکر میکنم قسمت اولش اگه نشونتون بدم بقیهش آسون میشه دیگه، لازم نیست که من همین نوتا رو بگم، چون این بیت ها شبیه هم دیگه هستن، هم کاملا دقیقا همونطور نیستن، یه خورده خودتونم باید سلیقه به خرج بدین و بعدا تغییر بدین. قسمت اول رو بتونشون میدم، خیلی یواش بتونشون میدم و آکوردارم بتونشون میدم و انشالله بتونید یه مدارم در مایه شاید بعدا بلوزش صحبت بکنم که بدونید که بلوزش چجوری هستش اگه خواستید بلوز بزنید و تمومش میکنیم انشالله. خدمت شما شود که اگر از سیم چهارم شروع کنیم پرده دوم، اینجا میشه نوت ای، تو ایران میگیم می، من یه خورده سیستم انگلیسی بهتر بلدم و اجازه بدید با همون سیستم انگلیسی بتونشونم. از این شروع میکنید، چهار دفعه میزنید و نوت بی آزاد سیم دوم، پس شد ای 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 بی بی سی دی سی بی ای جی ای بی سی بی ای جی اف شارپ جی 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 اف شارپ جی جی اف شارپ ای F sharp G A G F sharp E D D E F sharp G F sharp E C E D sharp D sharp B. خیلی خوب، حالا آوازو که میخونیم یه 4-5 تا آکورد لازم داریم، از ای ماینر لازم داریم، دی رو لازم داریم، ولی یه نوت هم اینجا باید اضافه کنیم به دی و ول کنیم طوری. یعنی یه خورده از دی بیدیم به دی ساستین فورک بهش میگن اینو و بر میگنیم به دی و بعد به سی میجر، بعد به بی سیونت. پس این چه شد؟ این همین بیت اول رو میخونم، فرودگاه خاطره چشم زیبای تو دلم جا کرد، گفتم به که تو ناز منی جون من واسه تو که اون نوتا رو که بهت گفتم واسه همین تیکه بود، تیکای بعدی هم زیاد فرق نمی کنن، ولی میخواستم یه چیزی حالا درباره نوتای ساستین بهتون بگم. ساستین به معنی اینه که وقتی شما نوت مثلا فرض کنید آکورد ببخشید دی رو میزنید یا بگیم ره ماژور، یه آکورد محکمی و می و صداش قطع میشه، یعنی بیشتر واسه قطع مثلا موسیقی خوبه همون نوت چی بزنید، گم آکورد ماژورش رو بزنید. و ولی ساستین ببینید صداش چجوری، اگه من یه اینجا به جای نوت به حساب اف شارپ که اینجا هستش رو سیم دوم سیم اول بعد دوم اگه به جاش جی رو بزنم، ببینید صداش یه خورده میمونه میمونه صداش. اینو میگن ساستین فور. چرا میگن فور؟ برای که میگیم دی ای اف شارپ جی، چهارمین نوته. پس وقتی چهارمین نوتو میزنیم به جای اینکه به حساب میگم سومین نوتو بزنیم، به جای تراید که به حساب یک کنیم هستش، اینطوری هستش. خدمت شما شما که اگه اینو اضافه کنیم میشه چی؟ میشه
دی ساستین فور. یه دونه هم ساستین تو داریم که اگر مثلا به جای اینکه اف شارپ رو بگیرم اینو بردارم ای رو آزاد بزنیم این ساستین تو میشه. برای چه معمولا میگن مثلا دی ساستین تو و دی ساستین فور، منظور اینه. این نوتای ساستین خیلی قشنگ میکنه آهنگار، مخصوصا واسه آهنگای ایرانی. پس ما میشه گفت 5 تا آکورد اقلا لازم داریم. یکیش ای ماینر هست، یکیش دی هست، یکیش دی ساستین فور هست، یکیش سی میجر هست و یکی بی سیونت هست. اینطوری. حالا من برای اینکه ملودی رو بزنم لزوما اینطوری ساده نمیزنم، از همین آزاد بزنم، میام مثلا ممکنه اینجا بیام بزنم. خودتون میتونین یاد بگیرین، ولی که من یه نوشته ای هم میذارم برای که نوتاشو بدونید اگه دوست داشتین. این نوشته یه مثلا به انگلیسی نوشتم شعر رو، روش نوت گذاشتم و اینو من یه عکس میگیرم میندازم تو تلگرام که انشالله اگه خواستین نوت به نوت دوست داشتین یاد بگیریم. چون من اینطوری خودم یاد نگرفتم، من اول آکورد میزدم بعد آواز میخوندم، بعدن کم کم شروع کردم ملودی یاد گرفتن. یعنی بیشتر با آواز و آکورد یاد گرفتم اول موسیقی رو. خدمت شما شود که و امیدوارم همین کمک بکنه که آهنگ رو یاد بگیرین. و پترن خیلی ساده ای هست، ای ماینر به دی، ولی یه چیزی هم اضافه میکنه، یه زینتی هم اینجا دی ساستین فوری هم میزنید و بسیگیرید به بی سبت بینید. همش تقریبا توندش هم یک مازر میدارم. انشالله که دوستمون کمکی بشه شده باشه. خدا نگهدار.